در این ویدیو به شما آموزش میتونم که شما چگونه میتونین به خاطر ثبت نام کردن در برنامه دیوی لاتری فرم میشه خانه پوری کنین. خوشبختانه به خاطر خانه پوری فرم دیوی لاتری نیاز به پاسپورت یا تذکره شما ندارین دوستا، فقط نیاز است که شما یک قطع عکس که بک‌گراند سفید باشه به سایز که بتون 600 در 600 یا 600 در 800 مگاپیکسل ضرورت است، خلاص دوستا. کن شام میشه شما چنج کنید. خاطر خانه پوری فرم دیولاتری به این صفحه اینترنت اکسپلور یا صفحه موزیلا هر چی که دارین خلاصه براوزر را باز کنین، در قسمت داشته کنین گوگل دانه گوگل نوشتین به این دینشته کنین شما عزیزا دیولاتری دیولاتری پروگرام زمانی که نوشته کردین دیولاتری دایورسیتی ویزه پروگرام براتون باز کلیک کنین. زمانی کلیک کردین حساب براتون باز میشه، در قسمت به شما معلومات ابتدایی به شما گذاشته میشه. در قسمت اول نوشته دوستو که شما میتونین فرم از 5 اکتبر 2022 خانه پوری کنین تا 8 نوامبر 2022 زمان داره، از این بابت شما خانه پوری کردن نمیتونین. به هر حال دوستو در قسمت معلومات به مورد بازون دیوی لاتری اگر میخواین کلیک کنین معلومات بیشتر بخونین و قسمت پایین تر از این بازی سایز عکس است. انشاءالله اگر ویدیو بعدی خاص خوب براتون ترتیب میکنم که سایز عکس تنظیم کنین. ولی در کل بین 600 مگاپیکسل تا 12 مگاپیکسل باید عکساتون تنظیم شده باشه و قسمت اینجا نشته است بگین انتری و ما فیلحال یک کلک میکنم تا بتونم فرم خانه پوری کنم. یک صورت شما کدایی که نوشته است به حروف بزرگ نوشته میکنین، مثلا بعد سبمیت زمانی که سبمیت کرده این صفحه باز میشه و یه شما معلومات نوشته کنید. معمولا در افغانستان اول نام است باز تخلص است به میشکل و در اینجا برعکس اول تخلص شما نوشته میکنید. مثلا من نامی که از دوستان نوشته میکنم ما هم مرین نامش است و تخلص است و نامش هم محمد است. محمد محمدی. زمانی که شما این نوشته کردین میدن نیم ندارن، معمولا ما نام دوست یا اوسط نداریم، مثلا جندر جنسیت چه میشه میل بگیرین. قسمت پایین تر از این تاریخ تولد خیلی مهم است، مثلا تاریخ تولد سی، مثلا روز ماه سال کلش مهم است، شما باید دقت کنین. مثلا تاریخ تولد این میشه نشته کنیم سی سی، البته ماه سی و روز سی و سال 1985 تولد ایجی هست دوستو. در کجا تولد شده، جایی که تولد شده براتون مهم است، مثلا نی تولد شده در مثال کاپیسا. اگر شما در کابل تولد شده نشته کنیم کابل، هر جایی که هست مهم نیست ولی کاپیسا تولد شده. زمانی که نوشته کردیم در کدام کشور، کشورش مهم است، افغانستان و پایین تر از این اینجا دوستا country eligibility for Divi Lottery program، شرایطی که شامل Divi Lottery میشه پروگرام لاتری افغانستان شامل میشه دوستو. و مهمی است که شما در کجا تولد شدین. اگر در جایی که شما زندگی میکنین فرق نمیکنه، می شما در ایران زندگی کنین، پاکستان، ترکیه، امثال از اینجا، ولی باز اگر شما اونجا زندگی میکنین تولدتون در افغانستان است مشکل نیست. خب دیگه شما چنجس نمیارین، تغییرات نمیارین، من قسمت پایین تر از این قسمت دوستا با شما خواسته که عکستون اپلود کنین یا اضافه کنین، قسمت کلیک میکنین. مثلا ما این عکس تنظیم کردیم و تنظیم کردن بسیار ساده است دوستا. پروگرام پنتون میتونین تنظیم کنین و یک سایت هم هست به نام فوتوفوریوم براتون لینک اضافهش میکنم، مشکل نیست. عکس اوکی میکنین، عکس اپلود میشه و قاعده عکس باید جی پی جی باشه عزیزا. میلینگ آدرس معمولا در افغانستان کم است، خب باز دیگه شورا میتونه زیادتر باشه. خب من اشتم میکنیم اینجا فرض مثال نامشه محمد محمدی، مثلا آدرس شست اول مثال در جایی زندگی میکنه فرست اشتم میکنیم فرست فورت آف کوه
شهرستان در مثال یک نفر از این میگه سطح که شما شنگیم فرق نمیکنه. شهر کدام شهر؟ مثلا کاپیسا. نایش اگه نایش رو بفرمشته کنید نمیفرمید فرق نمیکنه، یک بار نور کنید. و زبکود چه زیادتر نهی باشه دوست افغانستان نیست. در کدام کشور فلحال زندگی میکنه؟ تبیس افغانستان. در جایی که فعلا زندگی میکنی country where you live، country where you live today، امروز در جایی که زندگی میکنین مهم است. مثلا من فعلا در افغانستان زندگی میکنم، شما در کشوری که هست میشه انتخاب کنین، ولی فرق نمیکنه که شما در کشوری که انتخاب میکنین تاثیر افکت نمیکنه، ولی خوبیشی هست که هر جایی که شما زندگی میکنین ذکر کنین، ولی باز شما در قسمتی که تولد شدین اونش مهم است که باید توجه باشین. ما جایی که تولد شدیم افغانستان، جایی که زندگی میکنیم فعلا افغانستان، و شما تماس یک شما رو شما انتخاب میکنید. مثلا ما فرض که یک شما آپشنال است، دوست اختیاری هست، اگر نوشتن میکنین نمیکنین فرق نمیکنه، اگر سفید آن بارین اشکالی نداره، اگر نشتم میکنین خوب تر. ایمیل آدرس تان نشتم میکنین، اگر ایمیل آدرس داشت نشته کنین نداری میدین سفید بانین. و در مثال اگر ایمیل آدرس انتخاب کردم یا شما نوشتن میکنین هیچ مهم نیست، اختیاری است. تحصیلاتتون چقدر است؟ ابتدایی است، متوسط است یا بالاتر از اون؟ ما میگم مثلا یه فرضی نفر فرض مثلا تا سن 12 خونده، یا مثلا پنتون خونده دیگریش، فرض که من یونیورسیتی دیگری هم میگم که نفر تاکه مطالعه داشته، ازدواج نکرده، ازدواج کرده ولی خانم یا همسرش سیتیزنشیپ امریکا نداره، ازدواج کرده خانم یا شوهر سیتیزنشیپ امریکا داره، طلاق هست یا بیوه است یا جدا شدن به شکل قانونی. خب فرض که این نفر نشته است که انمریت ازدواج نکرده، اجزا قسمت پایین تر از این در صورتی که ازدواج کرده باشه تعداد اطفال نشته میکنین. نگفته نمون اجزا وقتی که شما تعداد اطفال نشته میکنین، اطفالی که یا اولادایی که زیر سن 21 باشه، براتون ذکر کرده که 21 سال هست، از 21 بالاتر نمیتونین شما اضافه کنین. فرض مثالی که چون ازدواج نکرده خود صفر میشه، اگه من صفر میگیرم اجزا. بعدا اگر در قسمت در ترتیب فرم جای مشکل نداشته باشین یا اشتباه نکرده باشین، زمانی که شما بالای گزینه کنتینیو کلیک میکنین صفحه پیش میره. اگر کوم مشکل داشته باشه شما ارر میده، یا مثلا و شما میگی مشکل است. و یک چیز یادتون نره دوستا که زمان ترتیب یا پر کردن این فرم 30 دقیقه بر شما وقت گذاشته میشه. اگر این زمان بیشتر وقت میگیرین با مشکل مواجه میشین، دوباره 30 دقیقه پوره میشه صفحه سر میتونین دوباره این معلومات از نوشته کنین. برحالش خب من در قسمت اخیر میگم کنتینیو. و اگر شما میخواین، من میخوایم براتون یک کم معلومات در این مورد بتم که مثلا بعضی کسایی که ازدواج کردن، میگم ازدواج کرده خانمش سیتینش به امریکا نداره، مثلا یک طفل داره. بگونی مثال براتون میگم که شما کسایی که ازدواج کردن نوام بفهمن. کنتینیو زمانی برای گونی کنتینیو کلیک میکنین، validation error page scroll down see error message. مثلا میبینین در کجا ایرر داده برش میبینیم. آها your photo has been uploaded، فوتو هم اپلود شده، پس در کجا مشکل است ایزا میبینیم. خواه اینجا گفته اما ناهی شنشته میکنین. خب فرض کن ناهی اول میشه، اونجا ناهی اول دیگه جای دو سال خط سرخ نوشته کرد و دیگه جای سفید نمانده. بعد باز برای گزینه کنتینیو کلیک میکنین. صفحه بعدی چون ما او را گفتیم که خانم داره، مثلا نام همسرش، تخلص، اول تخلص ببخشید، نام همسر، میدل نیم نداره، تاریخ ماهی که تولد شده، روزی که تولد شده، سال، جنسیت، قسمت پایین تر میین در کدام شهر تولد شده و در کدام مثلا فعلا در کدام قسمت زندگی میکنه. خب چون این خانم نداره نیاز به قدر جزئیاتش نیست، و اگر اطفال می باشه نام طفل، تخلص طفل، نام طفل، میدل نیم نداره، به مشکل ببینیم سر ساده است، هر قدر اطفال داشته باشه به شما فرم اضافه میکنه. خب چون این فعلا نداره نیاز نیست، من میرم پس بالای گزینه بک کلیک میکنم، مثلا گو تو گو بک پارت 1 کلیک کنین و فقط دین شما اجزا گزینه چه انتخاب کنین، اجزای این قسمت شما بین این نفره چی بگیرین اجزا؟ این قسمت شما میتونین ایره انمریت بگیرین. دمانه که انمریت گرفتین دکه مشکل وجود نداره، برای مشکل نکنین که اینجا هم سفر بگذارین.
بر صورتش بدن کنتینیو. اینجا دوستا خوب دقت کنین، ورته بخونین، مشکل نباشه. به خاطر از اینکه اگر مشکل می باشه براتون باز مشکل ساز میشه وقتی که فرم خونه پوری میشه و بعد نتایج میبره که باز میشه که بخیر شما کامیاب شوین در پروسه. از اون لحاظ این دقت کنین، مثلا نامتون میگه نخلص محمدی است، نامت محمد است، جنسیتت میل است و این تاریخ تا مارچ 1385 تولد شدی، جایی که تولد شدی کاپیسا بوده، کنتری در افغانستان است، جایی که زندگی هم میکنی افغانستان است، عکس اپلود شده و معلومات اضافه هم که اضافه کرده، شما تماس آیا و اگر معلومات تکمیل است بالای گزینه سبمیت کلیک کنید. زمانی که بالای گزینه سبمیت کلیک کردید این صفحه خیلی مهم است. اینجا شما موافقانه فرم خانه پوری کردین و این یک نمبر بر شما داد، کانفرمیشن نمبر براتون اضافه کرد. یادتون باشه ایزا زمانی که فرم خانه پوری میشه، هر زمانی که نتایج اعلان میشه براتون گفته که نتایج در تاریخ 6 می 2023 اعلان میشه، اون زمان شما چک کرده میتونین. این لینک هم براتون اینجا گذاشتم، میتونین با لینک کلیک کنین معلومات رو چک کنین. زمانی که میشه که بالای پرینت کلیک کنین، چاپش کنین یا اسکرین شات بگیرین، هر چیزی که شما براتون مناسب است همون کار کنین، عکس میگیرین یا مثلا بین یا پرینتش میکنین. مثلا بعضی کسا که پرینتر دسترسی داره میشه پرینت کنین. شما من بالای پرینتر کلیک میکنم دوستو، مثلا پرینتر اگر فعلا نیست پیشتون، جبه این یک نوع پرینتر است به نام مایکروسافت ایکس پی داکومنت رایتر، یا پرینت به شکل پی دی اف میگیرین ساده تر. پرینت به شکل پی دی اف میگیریم که پیش من باشین معلومات ضرور است لازم است و پرینت در قسمت که سیوش میکنین. مثلا روی بنام چی؟ بنام هر کسی که شما هست، بنام محمد. و اگر یک بار دوم پرینت میکنین جالبی است که باید چی به شکل آن دقت کنین. یک بار دوم پرینت اگر میکنین خب نیاز نیست، خب پرینت شد مشکلی نیست. و اگر میخواین اسکرین شات هم ازی بگیرین، اسکرین شات شما بگیرین یک بار بعدتون میخواد. تشکر دوست و اوقات خوب خوش داشته باشین. این بود طریقه انتری خانه پوری کردن فرم دیویلاتری. یک موضوعی که در اخیر بخوام براتون اضافه کنم دوستو، به خاطر اینکه عکسایتون برای مشکل مواجه نشه، امیر هم میخواد در آخر ویدیو براتون اضافه کنم، خدا کنه ویدیو طولانی نشه. به هر حالش برین برنامه پینت باز کنین، پروگرام پینت باز میشه. پینت عکساتون بلد هستین، اگر نشین خلاصه برین عکستون در هر قسمت یک هست، مثلا عکس دمای پیکچر است. مثلا اینی تصویری است که من دارم، فرض مثال برین شما با برنامه پینت باز کنین، اوپن ویت پینت، ویندوز فرق نمیکنه، 7, 8, 8, 10 فرق نمیکنه دوستان، این باز کنین و هر ویندوزی که هستین کنترل با کلید W فشار بدین، این صفحه که باز میشه و اینجا شما پیکسل بگیرین. در پیکسل اینی قسمت این لینک که غیر فعال کنین، این 600 هورزنتال 600 دوستان یادتون نره و ورتیکالش هرچی که میگیرین، مثلا 600 در 600 میگیرم. به این شکل اکس های زکس تنظیم شما یا سیف کنین. زمانی که سیف کردین مثلا کلوز دیون سیف بخواهد. اینی اکس اینال اگر شما در قسمت دیبلیاتری سایت اپلود میکن مشکل نداریاتون باشه که بگراند در اکس سفید باشه، مشکل نیست، اکس تان کشکین روشندتر باشه. تشکر دوستا، خود خوب خوش، خدا نگهدار، موفق کامکار باشین ازیاد.